برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی. من دکتر جواد نفیسی هستم و خدمت بینندگان گرامی سلام عرض میکنم. در برنامه پنجشنبه ها در ساعت 7 در برنامه درد دل روان امروز من توجه شما بینندگان گرامی رو به یه موضوعی که متاسفانه خیلی دردناکه ولی شایع هست جلب میکنم و اون موضوع خودکشیه و مکررن ما همگی در اخبار از خودکشی افراد سرشناس و هنرپیشگان با خبر میشویم و شاید هم از نزدیک در جریان خودکشی نزدیکان و دوستان و آشنایان بوده ایم و حتی امکان داره که فکر خودکشی به ذهن عده‌ای از ما آمده باشه و حتی با این هدف، با هدف کشتن خود اقدام کرده باشیم و نجات پیدا کرده باشیم. به هر صورتی به این موضوع نگاه کنید، یه فاجعه است که متاسفانه نسبتاً شایع است و اگر از شیوع خودکشی در جهان میخواهید آگاه باشید، رقم باور نکردنی است. هر روزه در جهان حدود 3000 نفر جان خودشون رو به دست خودشون میگیرن. 3000 نفر در روز در جهان خودکشی میکنن و به ازای هر یک نفری که خودشون میکشه 20 نفر سعی میکنن که خودشون رو بکشن ولی نجات پیدا میکنن. یعنی تعداد کسانی که سعی میکنن خودشون رو بکشن حدود 600000 نفر در روز هست. این آمار خیلی تعجب آور هستش ولی حقیقت چیه؟ و این خودکشی ها در همه گروه ها یکسان نیست و در میان زنان و مردان متفاوت است و حتی این آمار معمولا کمتر از اون چیزیه که حقیقت خودکشی هاست، چون عده‌ای به عللی خودکشی رو پنهان میکنن، خصوصا در فرهنگ و اجیانی که آن رو گناه و غیر قابل قبول میدانن. به اضافه این که در این آماری که من خدمتتون گفتم، بسیاری از خودکشی ها که به صورت تصادفی نمایش داده شده ذکر نشده و به حساب نیامد. شک نیست که تعدادی از تصادفاتی که صورت میگیره در حقیقت تصادفی نبوده و بیشتر جنبه خودکشی داشته تا تصادف، و اینها افرادی هستند که اگر هم به طور مستقیم و فعالی نخواستن در یک تصادفی خودشونو بکشن، با قبول کردن کارهای پرخطر و یا رانندگی‌های پرخطر به پیشواز مرگ رفتن و با امید کشته شدن خود دست به کارهایی زدن که ظاهراً خودکشی به نظر نمی‌رسه، ولی اونها آرزوی مرگ رو داشتند
و به همین جهت به پیشواز مرگ رفتن. در ضمن اون چیزی رو که در این آمار نشون نمیده اینه که افرادی هستن که به طور خیلی پسیف و مفعول و غیر فعالی و غیر مستقیمی به طور تدریجی خودکشی میکنن. اینا افرادی هستن که به سلامت خودشون توجهی نمیکنن و اهمال میکنن و به تدریج جون خودشونو به خطر میندازن. و بسیار مهمه که این گروه اگر برای درمان رجوع میکنن، درمانگران بسیار هوشیار باشن و حساس باشن در این مورد، که متوجه بشن که یک نوع تمایل به خود خرابکاری و خودکشی در رفتارهای اونها هست و به قدری زندگی برای اونها دردناکه که اونها سعی میکنن به طرقی زندگی خودشون و زندگی دردناک خودشون رو کوتاه‌تر و کوتاه‌تر کنن. اینجور افراد نمیگن که من میخوام خودم رو بکشم یا قصد خودکشی دارم یا نقشه‌ای برای اون کشیدم. این افراد آرزو میکنن که یه دفعه در خواب به طور ناگهانی بمیرن و یا از یک بیماری خطرناک مثل سرطان یا حمله های قلبی جان بسپارن. هیچ موقع تصمیم نمیگیرن که خودشون رو دار بزنن، فور اگزامپل، یا برای مثال، یا اینکه از طریق مصرف دارو خودشون رو بکشن. و تمام حرکات خودخرابکارانه اونها یه حالت غیر مستقیم داره، چون در این صورت دیگه احساس گناهی هم نیست. به بار دیگه اونا خودشون رو نکشتن، بیماری اونها رو کشته. و این بیشتر ما در افرادی میبینیم که در دین اونها خودکشی گناه محسوب میشه و یا در فرهنگ اونها به هیچ عنوان قابل قبول نیست. و این افراد به طور منفعل و پسیو موفق میشن که به تدریج خودشون رو از بین ببرن. و وقتی که با اونها صحبت میکنید میبینید به طور عمومی در مورد زندگیشون طوری صحبت میکنن که خیلی پوچ و بیهوده است و هیچ اشتیاقی برای جلوگیری از آن چیزی که برای سلامتشون خطرناکه ندارن. به عبارت دیگه اینها تسلیم به مرگ شدند و نه تنها تسلیم به مرگ شدند، بلکه مرگ رو به زندگی ترجیح میدن و مرگ رو یک راه حل دائمی برای رهایی از دردهای زندگیشون میدونن. برای مثال ما میبینیم افرادی رو که خیلی اضافه وزن دارن و بیماری قند خیلی شدیدی دارن، ولی متاسفانه از مصرف دارو و انسولین خودداری میکنن و تمام اغذیه‌ای که پرشکر و مضره با ولع میخورن. و همیشه هم برای این اعمال خطرناک و مضر و مخرب خود یه دلایلی دارن، خیلی شبیه با اون چیزی که در ما معتادین میبینیم. در معتادین همیشه یه دلیلی دارن که چرا باید به اعتیاد خودشون ادامه بدن. این موضوع در مورد آدم‌های خیلی چاق اوبیز هم صادقه. و خیلی مهمه که درمانگران در برخورد با این گونه بیماران
جنبه خودخرابکارانه و به تدریج خودکشی کردن اونها رو جدی بگیرن، همونقدر جدی بگیرن که اگر یک درمانجوی بگه که نمیشه گفت درمانجو، برای اینکه معمولا اینا دیگه در این مرحله جویای درمان نیستن، بلکه راحت هر چه زودتر میخوان زندگیشون به انتها برسه. ولی اونهایی که به طور خیلی فعال و اکتیوی میخوان خودکشی بکنن، معمولا برنامه هایی هم دارن. برای مثال بیمار میتونه بگه که من هفتیرم رو دارم تو کشوی میزمه، فشنگام اونجاست یا فشنگ آردی توی هفتیر هست، من یک بیمه عمرم خریدم برای اعضای خانوادم، که حتی ممکنه بدونن کی این بیمه عمر میتونه مورد استفاده بازماندگانشون قرار بگیره و ممکنه صبر بکنن تا اون تاریخ بیاد. حتی بعضی از این افراد تمرین میکنن که چجوری خودشونو بکشن و این تمرین، این ریهرسال خودکشی که من هفتی رو چجوری بردارم، بذارم تو دهنم، بذارم تو گیجگام و بعد کشیدن ماشه، بعد در چه محلی این کار رو انجام میخوام بدم و بعد کی جنازه منو پیدا میکنه، اینا همه ممکنه برنامه ریزی شده باشه. و اگر بیماری در این مرحله به پزشک یا درمانگر رجوع کنه، در این مقطع زمانی خیلی خطرناکه و باید بلافاصله اینجور بیمارانو بستری کرد و تحت نظارت دائم قرار داد تا زمانی که دیگه این تصمیم خودکشی اونها از بین بره. و اگر این گونه افراد یک سابقه خودکشی قبلی داشته باشن، یعنی سابقه سعی کردن برای کوشش برای خودکشی داشته باشن، فرض کنید قرصی خوردن ولی بدن نجات پیدا کردن، اون موقع خطر این خودکشی ها بیشتر خواهد شد، برای اینکه یک سابقه خودکشی هم وجود داشته که متاسفانه امکان موفق شدن ایشون اینها در کشتن خودشون رو بیشتر میکنه. اگر سابقه فامیلی برای خودکشی باشه، پدر، مادر، برادر، خواهر، اون هم خیلی امکان خودکشی رو زیادتر میکنه. و اگر اینکه بیمارانی از بیماری‌هایی مثل دو قطبی بایپولار یا روانپریشی مثل اسکیزوفرنیا و سایکوزیس زجر بکشن و گرفتار باشن، در این صورت امکان خودکشی بیشتر میشه. پس ببینید عوامل خیلی مهمی هستن که مثل یه چراغ خطر روشن و خاموش میشن موقعی که در بیماران دیده بشه. از همه مهمتر اینه که اونها یه برنامه ریزی کرده باشن برای خودکشی خودشون، تمرین کرده باشن که چجوری خودشون رو بکشن، قبلا سابقه خودکشی داشته باشن، فامیل نزدیک اونها، پدر، مادر، خواهر، برادر، کسی خودکشی کرده باشه.
کارهایی کرده باشن که دلیل و نشانه این باشه که دیگه آمادن که خودشون رو از بین ببرن. بیمه عمر رو من خدمتتون عرض کردم، ممکنه جواهراتی، ساعتی، چیزی داشته باشن، اونو شروع کنن دادن به کسانی که زیاد هم بهشون نزدیک نیستن و اینها همه از علائمیه که ما باید بهش خیلی هوشیار باشیم و توجه کنیم و حساس باشیم. اگر اینکه با اینجور افراد در تماس، اما بذارید از یه دید دیگه هم بهش نگاه بکنیم، ببینیم درمانگرانی که با این تیپ بیماران در تماس هستن و درمان میخوام بکنن، اونها چی میکشن. برای اینکه در این لحظات حساس جون یک نفر دیگه تو دستشونه که باید حد اکثر با حد اکثر توانایی سعی کنن اون فرد رو نجات بدن، علی‌رغم میل خودش، بر ضد میل خودش که میخواد بمیره. ما نمیتونیم فقط به حرفهای اونها اطمینان کنیم، با اینکه اگه یکی حقیقتاً تصمیم گرفته که خودشو بکشه و برنامه ریزی هم کرده، امکان داره که کتمان کنه و انکار بکنه. اگه ازش بپرسید هایفشی هیچ موقع فکر خودکشی هم افتادید؟ برای اینکه میدونه اگه بگه بعداً اون هدفی که برای خودش گذاشته نمیتونه انجام بده. اغلب اونها باهوشن و میدونن که اگر به درمانگر بگن که تمایل به خودکشی دارن، فکر خودکشی دارن، برنامه خودکشی دارن، اونها رو ممکنه مجبور بکنن به درمان. در نتیجه اینجور افراد ممکنه اصلا کتمان کنن و منکر بشن که یه همچین برنامه هایی دارن یا همچین افکاری رو دارن. ولی در هر صورت باید ما با گوش سوم به اصطلاح به آنچه گفته میشه و آنچه تاریخچه نشون میده و خصوصا شدت افسردگی و علائم غیر لفظی که میتونه کمک بکنه که فرد کاملا افسرده و تهی از انرژی ممکنه دیده بشه و وقتی به صحبتهای اونها گوش میکنید یه حالت یک نواختی، یه حالت یأس و ناامیدی در حرفاشون هست و به نظر نمیرسه که هیچ پلانی داشته باشن، هیچ برنامه‌ای داشته باشن برای فرداشون یا پسفرداشون یا زندگیشون و هیچ برنامه طولانی مدتی برای خودشون ندارن. امروزه به علت اینکه خودکشی نسبتاً شایع شده بین سربازان از جنگ برگشته و همچنین بین نوجوانان، مراکز متعددی در شهرهای مختلف برای جلوگیری از خودکشی تأسیس شده که 24 ساعته آماده خدمت هستند و سعی میکنن که از ایجاد این فاجعه ها جلوگیری کنن. ولی علارغم همه این فعالیت هایی که داره میشه، هنوز آمار خودکشی خیلی خیلی بالاست و مراکز درمانی باید خیلی هوشیار باشن که این گونه بیماران و خصوصا اون نوعی که مستقیما راجع بهش صحبت نمیکنه ولی علائم مخفیانه هست که نشون میده که اونها از زندگی خیلی ناراضیان و آرزوی مرگ میکنن، اونها رو شناسایی کنه و
به درمان اونها بپردازه. اشکال بعدی که ما در آمریکا داریم اینه که به علت سیستم قضایی و قوانینی که اینجا وجود داره، روانپزشکان نمیتوانن بیماران رو بر ضد میل خودشون، علارغم میل خودشون، بستری کنن، درمان بکنن یا دارو بهشون بدن. و باید اون روان پزشکی که میخواد مریضی رو بر ضد میل خودش درمان کنه یا بستری کنه، باید بتوانه به قاضی ثابت بکنه که اون آن که اینو ارزیابی داره میکنه این مریضو، در اون آن ایشون خطرناکه برای خودش و دیگران. وگرنه همینقدر که یک کسی بگه من دلم نمیخواد زنده بمونم، کافی نیست برای اینکه ما اونو مجبورش کنیم، بتونیم مجبورش کنیم که بستری بشه. خوشبختانه در بعضی از کشورهای دیگه اینطور نیست و میشه کسی که نیاز به درمان فوری داره اونو درمان کرد. یک نکته خیلی جالبی به توجه بینندگان گرامی میخوام بیارم. اگر ما بتونیم این افراد رو شناسایی کنیم و متوجه بشیم که چقدر در دردن از نظر عاطفی و روانی و اونها رو درمان کنیم، پس از اینکه افسردگیشون از بین رفت، اونها خیلی خوشحال و خیلی شکرگزارن که کسی با تمام قوا جلوی اونها وایستاده و نگذاشته اونها دست به این کار بزنن. و بعدن در تمام مدت عمرشون خیلی خیلی احساسات مثبت و سپاسگزاری دارن نسبت به کسایی که باعث شدن که اون قسمتی که میخواست اونها رو از بین ببره فلجش کردن، جلوش گرفتن و نگذاشتن که این فرد جون خودش رو به دست خودش بگیره. من خیلی خوشبختم از این جهت که در عرض این 40 سال گذشته که تبابت کردم یک کلکسیونی از بیماران افسردهی که میخواستن خودکشی کنن و درمان شدن در خاطرم وجود داره. در اینجا من به خاتمه برنامه رسیدم و با شما بینندگان گرامی خداحافظی میکنم و روز شب خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم. شب خوش. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.